در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، روز گذشته 20 ذی‌قعده 1443 شخصی از معظم الله پرسید چرا با اینکه قرآن کتاب هدایت است در آن آیات مجمل و متشابه وجود دارد؟ پاسخ آیت الله العظما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. چرا گفته قرآن مراجعه کنن به پیغمبر به ائمه؟ واسه که اونی که نمیفهمن از اونا یاد بگیرن. قرآن توش عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقید هست. چیزهای مختلف که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه داره فرمودن. ولی هذا اونیش که ظاهره معتبره، گیری نداره، اما اونیش که تفسیره یا تأویله اونو باید از معصومین گرفت. خود قرآن کریم خودش فرموده که خدای عز و جل در قرآن کریم فرموده یه جاهاش ظاهره، یه جاهاش مجمله، یه جاهاش تأویله. خود خدای عز و جل برای امتحان همه چیز را در قرآن ظاهر بیان نکرده. فرموده و قرآن الفجر، دو کلمه گفته نماز صبح، اما این چند رکعت حمد داره، اولش تکبیر، آخرش سلامه، رکوع داره، سجود، هیچ چیزی نگفته. خلاصه مجمل فرموده خیلی جاها. شما هم می توانید نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام ظله را هر روز ساعت 12:15 به وقت محلی قم به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده کنید.